آرمیتا گراوند دختر 16 ساله‌ای که بر اثر قتل حکومتی به کما رفته بود و به بیمارستان نیروی هوایی فجر منتقل شده بود بعد از یک ماه در کما بودن با حالتی ابهام‌آمیز و مخفیکاری روز شنبه زندگیش پایان یافت و با آنکه از هفته گذشته مرگ مغزی وی اعلام شده بود و هر لحظه انتظار می رفت خبر مرگش را اعلام کنند اما حکومت خبر مرگ وی را همزمان با حمله زمینی اسرائیل به غزه اعلام کرد تا خبر مرگش در لابلای خبرها گم شود. حکومت در مورد دلیل مرگش مدعی بود خودش به خاطر افت فشار بر زمین خورده و قش کرده و سرش به لبه مترو خورده و برعکس بسیاری از منتقدان گفتند وی بر اثر درگیری با یک هجابان داخل مترو که در مورد عدم پوشش وی با او بحث و جدل می کرده به عقب هل داده شده و سرش به مترو خورده است. با آنکه حکومت گفته بود وی در کرمانشاه خاک خواهد شد بعد نظرشان را تغییر داده و بالاخره روز یک شنبه جنازه وی در بهشت زهرا با تمهیدات امنیتی بسیار و نیز حضور پرشمار معموران به خاک سپرده شد در این مراسم با شعارهای مردم به شرکت کنندگان حمله شد و بیش از 15 نفر دستگیر شدند و خانم نسرین ستوده وکیل حقوق بشر و نیز خانم منظر زرابی مادری که دو فرزندش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده بود از جمله کسانی بودند که دستگیر شدند و به زندان منتقل شدند خانم صدیقه وسمقی نیست که بینایی مختصری دارد به شدت کتک خورد مقامات حکومتی دلیل دستگیری نسرین ستوده را به اتهام کشف حجاب و فعالیت علیه امنیت روانی جامعه اعلام کردند گفته می شود افراد دستگیر شده در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح نیروهای حکومتی قرار گرفته و به بازداشتگاه منتقل شدند در این میان در دو شب گذشته در برخی مناطق شهرهای تهران، کرج و شیراز تظاهرات شبانه برپا شد و شعارهای علیه حکومت سر داده شد. همچنین در برخی شهرهای جهان از جمله لندن تظاهراتی علیه حکومت جمهوری اسلامی در اعتراض به قتل خانم گراوند برگزار شده است. با وجود ابهامات بسیار درباره مرگ این دختر جوان مقامات جمهوری اسلامی اجازه ی تحقیق مستقل به خبرنگاران روزنامه های ایران را ندادند روزنامه اعتماد هم که تلاش در این زمینه انجام داده در گزارشی که منتشر کرده عملا نشان داده تهیه هر نوع گزارش مستقلی در این زمینه به شکست انجامیده است مدیریت خبر و اطلاعات حکومت برای سرپوش گذاشتن بر قتل آرمیتا گروند که شامل محدود ساختن دسترسی به خانواده وی، پزشکان معالج بیمارستان و نیز همکلاسی‌ها و مدارس وی بوده است، کاملا نشان میداد که مرگ او یک بیهوشی ساده نبوده، وگرنه در هر نوع بیهوشی افراد در مترو حکومت چنین تمهیداتی برقرار میکند. کانون سنفی معلمان نیز در بیانیه گفته آرمیتا با بزل جانش در مسیر استحکام آزادی گام برداشت زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز با انتشار پیامی از حصر خانگی اعلام کرد به حاکمان هشدار میدهم جنگ تن به تن با زنان و دختران سرزمینمان ایران را پایان دهید و قانون منحوس حجاب اجباری را از فهرست قوانین کشور حذف کنید وگرنه همچون ایام جاهلیت زنده به گور کردن دختران داغ ننگ دخترکشی تا ابد بر پیشانی حکومتتان باقی خواهد ماند در این میان دانشجویان برخی دانشگاه ها مراسم اعتراضی به یاد او برقرار کردند در این میان آمریکا نیز موضع محکمی اتخاذ کرد جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در پیامهایی نوشت جان باختن آرمیتا گراوند آمریکا را برای پاسخگو دانستن جمهوری اسلامی مسمم تر می کند و افزود ایالات متحده به فشار برای اعاده حقوق زنان و دختران ادامه خواهد داد و با جامعه بین المللی همکاری خواهد کرد تا جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر مردم ایران پاسخگو بداند. واقعیت این است که حکومت روز به روز در ماجرای هجاب وحشت زده است و در مورد این قضیه هم عملا از مسئله هجاب حداقل در مترو تهران عقب نشسته است و در عین حال این جریان نشان داد که حکومت در وضعیت شکننده است و بعید است بتواند در کوتاه مدت موقعیت خودش را ارتقا بخشد حکومت روز به روز در مقابل مردم قرار گرفته و به راحتی نمیتواند چالش خود را با جامعه حل و فصل کند. به گزارش رسانه ها ارتش اسرائیل که روز شنبه حرکت زمینی خود به سمت غزه را آغاز کرده امروز دوشنبه تانک های خود را به سمت حومه شهر غزه حرکت می دهد و به آن نزدیک شده است و تانک ها در لبه شهر قرار داشته و یک جاده کلیدی از شمال به جنوب منطقه را قطع کردند به گزارش سی نیروهای اسرائیلی در عملیات زمینی در حال گسترش خود بیش از 3 کیلومتر به سمت غزه پیشروی کردند همچنین منابع فلسطینی گفتند که پس از حمله تانک های اسرائیلی به سمت خیابان صلاح الدین که به صورت عمودی از غزه میگذرد اکنون نیروهای اسرائیلی این منطقه را به دو نیم قطع کردند تانک ها همچنین به سمت خودروها در خیابان صلاح الدین غزه شلیک می کنند و ارتش به هر وسیله نقلیه‌ای که بخواهد در خیابان حرکت کند شلیک می کند. در این میان بین نیروهای فلسطینی و نیروهای اسرائیلی که تلاش می کنند به شهر غزه وارد شوند درگیری وجود دارد و این نشان دهنده آن است که نیروهای اسرائیلی قصد دارند حملات زمینی خود را در تلاش برای محاصره کامل غزه گسترش دهند در صورتی که تانک های اسرائیلی موفق شوند تا تقاطعی که بخش های مختلف غزه را به هم متصل می کند را در دست بگیرند عملا غزه را به جنوب و شمال تقسیم کرده و به طور قابل توجهی تردد مردم را با مشکل مواجه خواهند کرد. نیروهای اسرائیلی همچنین با صدور هشداری به مردم دستور دادند که بین جنوب و شمال غزه تردد نکنند. در حال حاضر اسرائیلی ها خدمات تلفنی و اینترنتی در این منطقه را قطع کردند و امکان خبرگیری از مردم در منطقه قطع شده است. همچنین CNN گزارش داده ارتش اسرائیل میگوید طی چند روز گذشته بیش از 600 هدف از جمله انبارهای تسلیحات، دهها موقعیت پرتاب موشک ضد تانک و مخفیگاه ها و مکانهای استقرار حماس را هدف قرار داده است. در تحول دیگر نیروهای دفاعی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کردند که ده ها تن از نیروهای حماس که خود را در ساختمان ها و تونل ها مخفی کرده بودند در طول شب در ادامه عملیات زمینی اسرائیل در غزه کشته شدند ارتش اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد که در یک حادثه یک هواپیمای اسرائیلی که توسط نیروهای زمینی ارتش اسرائیل هدایت میشد به ایستگاهی در داخل ساختمانی متعلق به حماس که بیش از 20 شبه نظامی داخل آن بودند حمله کرد یک جت جنگنده هدایت شونده همچنین منطقه دانشگاه الازهر را مورد حمله قرار داد جایی که نیروهای ارتش اسرائیل نیروهای مسلح و یک پایگاه پرتاب موشک ضد تانک را شناسایی کردند اسرائیل در آخر هفته اعلام کرد که وارد مرحله دوم جنگ خود علیه حماس شده و روز یک شنبه گفت عملیات زمینیش در غزه پس از هفته ها حملات هوایی به مناطق تحت کنترل حماس تشدید خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت که این کشور برای یک جنگ طولانی و دشوار آماده شده است. اما در تحول دیگر در چند ساعت گذشته گزارش های بیشتری مبنی بر حمله مجدد نیروهای اسرائیلی به اردوگاه آوارگان جنین در کرانه باختری منتشر شده است. گمان می رود در این حملات حداقل دو فلسطینی کشته شدند. جرزالم پست نیز این گزارش ها را تایید کرد. به گفته این رسانه ها تبادل آتش بین ارتش اسرائیل و تروریست های فلسطینی شب گذشته در جنین رخ داده است. روننبار رئیس آژانس امنیت داخلی اسرائیل شینبس هشدار داد که ترس از فوران خشونت در کرانه باختری وجود دارد وی گفت افزایش خشونت توسط شهرکنشینان و حوادث بین شهرکنشینان یهودی و فلسطینی ها که منجر به کشته شدن فلسطینی ها شده رخ داده است بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی بارها این هشدارها را به کابینه جنگ و ارتش اسرائیل داده است همچنین رسانه ها خبر دادند که ویام هانون بنیانگذار تیپ جهاد اسلامی در جنین کشته شده است در بحبوحه حملات شدید اسرائیل علیه نوار غزه و هشدار سازمان های بین از وضعیت بحرانی غیر نظامیان در این منطقه جو بایدن با رهبران اسرائیل و مصر در مورد موضوعات بشر دوستانه و همچنین مذاکرات آزادی اوسرا گفتگو کرد اما در حالی که در بسیاری از پایتخت های دنیا تظاهرات گسترده به نفع مردم فلسطین و مخالفت با حمله اسرائیل به غزه برگزار شده که از هفته گذشته گسترده تر بوده فعالیت‌های دیپلماتیک برای مدیریت جنگ غزه ادامه دارد. دولت آمریکا اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و عبدالفتاح حسیسی رئیس جمهوری مصر خواستار تسریع کمک‌های بشردوستانه به غزه شده است. بایدن در روز یک شنبه با این دو رهبر به طور جداگانه صحبت کرد و با آنها در مورد جنبه های مختلف درگیری در فلسطین گفتگو کرد. بایدن در مذاکره با نتانیاهو بر حق و مسئولیت دفاع از اسرائیلی ها تاکید کرد اما افزود که این امر باید به شیوهی مطابق با قوانین بشردوستانه بین المللی که حفاظت از غیر نظامیان را در اولویت قرار می دهد انجام شود. کاخ سفید گفت که بایدن همچنین بر لزوم افزایش فوری و قابل توجه جریان کمک های بشردوستانه برای رفع نیازهای غیرنظامیان غزه تاکید کرد <Freud> تاکنون بیش از هشت هزار فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. اسرائیل همچنین عملیات زمینی به غزه را آغاز کرده که در چند روز گذشته به تدریج تشدید شده است. درگیری با گروه های مسلح فلسطینی از جمله حماس ادامه دارد. روز یک شب ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که درخواست دو هفته پیش از فلسطینی ها برای تخلیه شمال غزه اکنون قید فوریت پیدا کرده است کاخ سفید همچنین اعلام کرد که بایدن و ازسیسی رئیس جمهوری مصر در جریان گفتگوی تلفنی به تسریع و افزایش قابل توجه کمک ها به غزه از امروز و سپس به طور مداوم متعهد شدند کمک های بشر دوستانه از طریق گذرگاه رفح که توسط مصر اداره می شود به غزه ارسال می شود. با این حال سازمان ملل متحد و دیگران گفتند که میزان فعلی کمک به طرز تأصف باری برای پاسخگویی به نیازهای دو میلیون فلسطینی در این منطقه ناکافی است. از آنجایی که مصر همچنان نگران سرنوشت فلسطینی است که ممکن است بخواهند از غزه فرار کنند، کاخ سفید گفت که تضمین اینکه فلسطینیان غزه به مصر یا هیچ کشور دیگری پناهنده نشوند نیز در دستور کار قرار گرفت. رئیس جمهوری مصر که در حال حاضر میزبان میلیون ها پناهنده از جمله فلسطینی هاست بارها گفته که فلسطینی ها نباید از سرزمین های اجدادی خود دور شوند تا بتوانند به آرمان دیرینه یک کشور فلسطینی دست یابند. اسیسی همچنین بر مخالفت شدید مصر با سیاست های مجازات جمعی و آواره کردن فلسطینیان تاکید کرد. بایدن نیز مخالفت خود با آوارگی فلسطینی ها از سرزمین هایشان را ابراز کرد و از مصر و رهبری آن به خاطر نقش مثبتشان در رسیدگی به این بحران قدردانی کرد. به نظر می رسد با گسترش دامنه ابعاد جنگ غزه در صورتی که جنگ خاتمه نیابد فشارها بر روی دولت بایدن و دولت نتانیاهو افزایش خواهد یافت. چالش بر سر مسئله هجاب همچنان ادامه دارد. در پی قتل آرمیتا گراوند که به خاطر هجاب در واگن مترو مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شده است و اعتراس های گسترده ای را در پی داشته و بار دیگر مسئله هجاب و عدم پذیرش آن توسط زنان را به موضوع اصلی اعتراس های مجازی تبدیل کرده است مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اعتراض به لایحه حجاب گفت جزئیات ایراداتی که به لایحه حجاب وارد شده هنوز به مجلس اعلام نشده است وی همچنین گفته است به طور کلی تیمی در مجلس دارند روی لایحه هجاب و افاف کار و بررسی می کند. پزشکیان در عین حال تصریح کرد این موضوع در صحنه مجلس مطرح نشده که نمایندگان بتوانند درباره آن نظر بدهند پزشکیان همچنین با بیان این موضوع که این نوع قانونگذاری چندان اثر بخش نیست گفته است اصولا کار تربیتی و تغییر رفتاری یک امر پرورشی است و از نوع کارهای دستوری نیست وی همچنین گفته است دستوری عمل کردن خیلی وقتا ممکن است حالت انادی و اکسال عملی پیدا کند و به جای اینکه موضوع را به نتیجه برساند آن را بدتر کند پزشکیان همچنین در این خصوص گفته است تدوین این لایه و کاری که انجام شده و چیزی که نوشته شده باید به ای باشد که جنبه تربیتی و پرورشی در آن پررنگ تر باشد این نماینده مجلس با ابراز بیعتلایی از اینکه طراحان این, این لایحه چه طرح و برنامه و ایده ای برای اجرای آن دارند تاکید دارد که به صورت کلی در بحث تغییر رفتار به این سادگی با یک قانون و دستور نمی شود مسئله را حل کرد وی تصریح کرده است خیلی چیزها باید اصلاح شود تا فردی تغییر رفتار پیدا کند پزشکیان همچنین گفت با خشونت و اعمال زور نمیتوان خواسته ها را تحمیل کرد چون قابل پذیرش نیست و نمیپذیرند به تصریح کرد با گرفتن و زدن و جریمه کردن نمیشود مشکلی را حل کرد این اظهارات را سالهاست که کارشناسان و متخصصان در خصوص اقدامات قهری حکومت به ویژه درباره هجاب عنوان می کنند. اما جمهوری اسلامی هیچگاه نتوانسته اقدامات قهری خود در تحمیل عقاید خود را کنار بگذارد و استفاده از زور و خشونت برای هجاب سر کردن زنان همچنان ادامه دارد ضمن اینکه همواره نتیجه عکس هم داشته و به جای تشویق زنان به هجاب روگردانی گسترده از هجاب حتی بین خانواده های مذهبی را هم به دنبال داشته است در حالی که در سالهای گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از تولید داخل مانع از واردات کالاهای خانگی شده و علاوه بر انجام اقدامات تشویقی برای تولیدات داخلی با ممانعت از واردات کالا بازار را برای کالاهای داخلی انحصاری کرده است این وضعیت که با سوء استفاده کارخانه های داخلی همراه شده بود با اعتراض مردم مواجه شد و اکنون علی آبادی وزیر صنعت مدن و تجارت با بیان اینکه باید انحصار از بازار لوازم خانگی رفع شود خواستار واردات کالا شده است وی با بیان این موضوع که کشور باید به سمت رقابت پذیر کردن صنایع داخلی حرکت کند اظهار داشت کشور باید به سمتی حرکت کند که در عین رقابت پذیر کردن صنایع فرصت انتخاب برای مردم فراهم شود وی همچنین اظهار داشت با هدف رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی ممکن است با رعایت تعرفه های مناسب مجوز واردات لوازم خانگی صادر شود این اظهارات در حالی عنوان می شود که پیش از این کارشناسان و تحلیلگران بارها در خصوص ضرورت رقابتی شدن کالاهای داخلی تذکر داده و تأکید کردند که راه ارتقای کیفیت کالای داخلی رقابت و کالای خارجی و واردات کالاست نه جلوگیری از واردات و محدود ساختن واردات کالا و جلوگیری از آن علی آبادی همچنین گفت هدف وزارت سمت از مدیریت عرصه تجارت حمایت از تولید است وی در عین حال تصریح کرد حمایت از تولید به این معنا نیست که رقابت از آنها گرفته شود وزیر سمت ادامه داد کشور و وزارتخانه باید به سمتی حرکت کند که در عین رقابت پذیر کردن صنایع فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کند علی آبادی افسود مسیر آینده وزارت سمت یک مسیر انحصاری کالاهای لوازم خانگی نخواهد بود به خاطر نشان کرد به لحاظ کیفی و کمی لوازم خانگی به جایگاهی رسیده که میتواند با تولیدات خارجی رقابت کند سال هاست که با محدود شدن واردات کالا بازاری انحصاری در کشور شکل گرفته که حق انتخاب را از مردم سلب کرده است. ضمن اینکه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص فرامینی هم صادر کرد و سراحتا خواستار توقف واردات به منظور حمایت از کالاهای داخلی شد. همه کارشناسان نسبت به آسیب رسان بودن این تصمیمات تذکر دادند و تاکید کردند راه حمایت از تولیدات داخلی ورود آنها به بازارهای جهانی است نه اینکه آنها به تنها انتخاب مردم تبدیل شوند. شبکه خبری ان بی سی نیوز می نویسد در حالی که نگرانی در مورد بحران انسانی در نوار غزه افزایش می خطر دیگری در واشنگتن و دیگر پایتخت های غربی هم در حال افزایش است بمباران اسرائیل می تواند به یک جنگ منطقه گسترده تبدیل شود جنگی که شامل ابرقدرت منطقه ایران با نیروهای نیابتی آن می شود این شبکه خبری می ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که اسرائیل از خطوط قرمز عبور کرده که ممکن است همه را مجبور به اقدام کند به نوشته ی ان نیوز بسیاری از کارشناسان معتقدند تمایل چندانی در واشنگتن و تهران برای درگیری منطقه‌ای وجود ندارد اما دامنه اشتباه محاسباتی بسیار زیاد است و شدت بمباران غزه توسط اسرائیل که به گفته مقامات بهداشتی فلسطین تا کنون بیش از 8000 کشته بر جای گذاشته میتواند به راحتی اوضاع را از کنترل خارج کند مدیر برنامه خابر میانه و شمال افریقای اندیشکده چتنهاوس هاوس میگوید که خطر واقعی تشدید تنش هاست از زمانی که حماس حملات تروریستی خود را آغاز کرده شبه نظامیان حزب الله تحت حمایت رژیم ایران به طور منظم در مرز شمالی خود با لبنان با اسرائیل تیراندازی می کنند. هر یک از طرفین میگویند بیش از چهل جنگجوی حزب و هفت سرباز اسرائیلی در سه هفته گذشته کشته شدند. رژیم ایران نیز همچنین هفته گذشته هشدار داده که اگر ارتش اسرائیل حمله زمینی تمام ایاری به غزه را در دستور کار داشته باشد ممکن است موشکی به بندر حیفا در شمال اسرائیل شلیک کند بیشتر از این یک سری حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های نظامی امریکا در عراق و سوریه توسط شبه نظامیان مرتبط با رژیم ایران امریکا را وادار کرد تا با اعزام دو ناف گروه به دریای مدیترانه پاسخ بدهد همچنین روز جمعه دو جنگنده اف 16 تاسیسات نیروهای مربوط به رژیم جمهوری اسلامی در سوریه را مورد هدف قرار دادند ابراهیم رئیسی در شبکه های اجتماعی گفته است واشنگتن از ما میخواهد که کاری نکنیم اما آنها به حمایت گسترده از اسرائیل ادامه میدهند امریکا به محور مقاومت پیام داده اما پاسخ روشنی در میدان نبرد دریافت کرده است ام نیوز می نویسد در هر دو طرف مرزی اسرائیل و لبنان ترس از تکرار جنگ سال 2006 وجود دارد که منجر به کشته شدن بیش از 1500 غیر نظامی لبنانی و صدها سرباز اسرائیلی و تخریب بخش‌های عظیمی از زیرساخت‌های اقتصادی لبنان شد. به نوشته این رسانه حزب الله به زراتخانه موشکی خود میبالد که از که رژیم ایران در اختیار حماس قرار داده بسیار وسیعتر و گسترده تر است در سال 2010 رابرت گیس وزیر دفاع وقت ایالات متحده گفته بود که حزب الله بسیار بیشتر از اکثر دولت ها موشک و راکت دارد